سلام، من محمد محمدی هستم و خبر پانوراما از شبکه امام حسین علیه السلام را به سمع نظرتان میرسونم. به مناسبت عید سعید مبعث، رسول رحمت و خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در روز شنبه 26 رجب برابر با 29 بهمن 1401 بیت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزماسه صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم غرق در نور و سرور شادی بود. در این محفل نورانی جمعی از علما، فضلا و ارادتمندان شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و زوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در دفتر معظم الله حضور یافتند و این عید فرخنده را گرامی داشتند. اعضای دفتر مرجع عالی قدر نیز ضمن خوشامدگویی به مهمانان عید سعید مبعث را به همه شیعیان و محبان آل الله تبریک گفتند. مجموعه فوتروس مدیا مستندی تولید کرده که در آن درباره مهمترین نوشته پس از قرآن میان مسلمانان ترکیه روایت می‌کند. مستند وصف طه در آستانه مبعث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به جستجوی یک لوح تاریخی در موزه های کشور ترکیه رفته است. این لوح تاریخی که مشابه آن از چند قرن پیش تا کنون نوشته شده، به گفته کارشناسان تاریخ اولین بار به دست یک خطاط در قرن 17 میلادی به رشته تحریر و تذهیب در آمده است. از این لوح به نام حلیه شریفه یاد می شود که در آن حضرت علی علیه السلام رفتار و سیمای پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله را روایت و توصیف می کند. حلیه شریفه به اندازه‌ای برای مسلمانان ترکیه اهمیت داشته که آنها این لوح را در مکانهای عمومی و خانه‌هایشان قرار می‌دهند. تصویری از یک نسخه قدیمی و دستنویس قرآن کپی برابر اصل منسوب به خط مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام در دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در شهر مقدس کربلا در معرض دید عموم قرار گرفته است. این قرآن دستنویس متعلق به گنجینه الغرویه آستان مقدس علوی است که تصویری از آن در کنار تصاویر شماری از نسخه های خطی قرآن در غرفه آستان علوی در معرض دید عموم قرار گرفته است. تابلوهایی درباره انواع خط عربی، تاریخ چاپ قرآن از آغاز قرن 16 میلادی تا کنون و تصاویر برخی نسخه های خطی قرآن کپی برابر اصل متعلق به قرن های 4، 5 و 6 میلادی از دیگر آثار عرضه شده در این غرفه محسوب می شود. دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که توسط آستان مقدس حسینی در منطقه بین الحرمین در شهر مقدس کربلا افتتاح و برگزار شده بود، امروز 27 رجب الاصحاب به کار خود پایان می‌دهد. این نمایشگاه همزمان با روز جهانی قرآن کریم افتتاح شد و در فاصله زمان 20 تا 27 رجب پذیرای زائران بود و اختتامیه آن در روز عید مبعث نبوی شریف می‌گردد. نمایشگاه قرآن کریم امسال شامل 25 بخش و با مشارکت کشورهای مختلف از جمله ایران، عراق، سوریه، روسیه، یمن، ترکیه و سنگال بود. کنسولگری افغانستان در شهر کراچی از آزادی 200 شهروند افغانستانی از جمله کودکان و زنان از زندانهای پاکستان خبر داد. گفته می شود افراد آزاد شده از زندانهای ایالت سند به افغانستان منتقل شدند. کنسولگری افغانستان در کراچی همچنین می افزاید تا کنون 1200 شهروند افغانستانی از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پس از سقوط دولت پیشین افغانستان، شماری از شهروندان این کشور به کشورهای همسایه همچون پاکستان مهاجرت غیرقانونی داشتند. بر اساس گزارش اسلام آباد تلگراف، درخواست های انجام شده جهت دریافت اطلاعات در خصوص تحصیل بانوان از طریق پورتال فتوا آنلاین و نیز اقدامات مانیش رای، تحلیلگر ژئوپلیتیک منطقه افغانستان و پاکستان که در این راستا با دارالعلوم دیوبند از طریق ایمیل مکاتبه نموده است، بدون پاسخ باقی ماندند. دارالعلوم یک مدرسه اهل سنت است که در معارف اسلامی مهم و تأثیرگذار به شمار می رود.
پرسوجوهای صورت گرفته به منظور شفاف نمودن موضوع جواز تحصیل بانوان بر اساس قوانین شرعی و نیز کیفیت سازگاری ممنوعیت تحصیل بانوان در افغانستان توسط طالبان با اعتقادات اسلامی صورت گرفت. اما علی‌رغم تلاش چندین ماهه برای کسب جواز از دارالعلوم، مانیش رای هیچگونه پاسخی از سوی این نهاد اسلامی دریافت نکرده است. منابع رسانه‌ای از شهادت دست کم 53 شهروند سوری در منطقه از سخنه در حومه شرقی استان هومس سوریه بر اثر حمله تروریست‌های داعش خبر دادند. بر اساس این گزارش، شهروندان غیر نظامی سوری در صحرای اتودمریه در منطقه از زوبیبات در جنوب شرقی شهر از سخنه در حومه شرقی هومس مورد حمله عناصر داعش واقع شدند و داعش آنها را برای مدت طولانی با مسلسل مورد هدف قرار دادند و 53 نفر از آنان را به شهادت رساندند. روزنامه انگلیسی دسان در گزارشی نوشت داعش همچنان فعال است و برای بهره برداری از هرج و مرج ناشی از زلزله ترکیه و سوریه برای بازگشت دوباره و گسترش موج رعب و وحشت در منطقه تلاش می کند. در گزارشی با اشاره به اینکه داعش با عملیات‌های ربایش، قتل غیر نظامیان و فرار از زندان‌ها اعلام می کند که هنوز هست. همچنین نوشت علی‌رغم اینکه تروریست‌ها در ماه‌های اخیر متحمل شکست‌های سنگینی شدند، اما این گروه تروریستی در ماه‌های گذشته بر حملات خونبار و تروریستی خود افزود و ادامه می‌دهد. هر رویدادی از جمله بلایای طبیعی می‌تواند توجه هر کشوری را به موضوع دیگری غیر از تأمین امنیت مرزهایش معطوف کند، موضوعی که مورد استقبال شبکه‌های تروریستی نظیر داعش واقع می‌شود. نیروهای هشت شبی عراق امروز عملیات بزرگی را برای ریشه‌کنی بقایای داعش آغاز کردند. فرماندهی ستاد عملیات هشت شبی در استان نینوا از آغاز عملیات بزرگ امنیتی در صحرای الحزر در استان نینوا خبر داد. سازمان هشت شبی امروز شنبه 18 فوریه ضمن اعلام این خبر تاکید کرد که تیپ‌های 21، 44، ضد اطلاعات، تیپ زرهی و دیگر گروه‌های الهشت شعبی در این عملیات بزرگ مشارکت می‌کنند. شایان ذکر است آخرین عملیات این گروه سنی تندرو در سالروز شهادت امام کاظم علیه السلام بود که با تدابیر امنیتی خونسا شد. منابع محلی از حمله مسلحانه به مرکز پلیس شهر کراچی پاکستان و تبادل آتش بین نیروهای پلیس و مهاجمان خبر دادند. در این حمله یک غیر نظامی کشته و 14 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هنوز جزئیات بیشتری از سوی منابع رسمی درباره علت این حادثه و میزان تلفات و خسارت‌های آن منتشر نشده، اما با نگاهی گذرا به حملات و عملیات‌های مشابه صورت گرفته در پاکستان میتوان به راحتی حد زد که سنی‌های تندرو عامل این عملیات بودند. ناسا اعلام کرد از فناوری فایندر برای شناسایی ریسترین حرکات بدن ناشی از عملکرد حیاتی در زیر آوار زلزله ترکیه استفاده می کند. فایندر از حسگرهای رادیو مایکروویو برای یافتن بازماندگان زیر آوار استفاده می کند. لازم به ذکر است سیستم نجات جان جدید ناسا ابتدا برای استفاده در فضا طراحی شده بود که بتواند امواجی که توان بسیار پایینی دارد را شناسایی کند. اما از آنجایی که بسیاری از محصولات تکنولوژی هایی که ناسا به آنها دست یافته است روزی در زندگی روی زمین هم راهگشای بسیاری از مشکلات بشر بودند، از این تکنولوژی بر روی کره خاکی نیز استفاده شده. گفتنی است این تکنولوژی برای نخستین بار در زلزله‌های بزرگ سالیان اخیر در نپال، اکوادور و ژاپن مورد استفاده قرار گرفته که توانسته موفقیت‌های بسیار خوبی را نیز کسب کند. تشکر از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار.